مرکز آمار نرخ بیکاری تابستان امسال را 7.9% اعلام کرد که کمترین مقدار این آمار از سال 1384 است. همزمان نرخ مشارکت اقتصادی هم نسبت به تابستان گذشته بیشتر شده و به 41.6% رسیده، اما تا اوج تاریخی 48% آن فاصله زیادی دارد. همزمان آمارها نشان می‌دهد که عدد شاغلان کشور هنوز به عددی که در تابستان 98 بوده نرسیده و با آن فاصله دارد. تابستان 98 یک فصل قبل از پاندمی کووید بوده و بسیاری از کسب و کارها پس از آن پاندمی ضربه جبران ناپذیری خوردند. اما در حالی که از آن زمان تا کنون بیش از 3 میلیون نفر به تعداد جمعیت در سن اشتغال کشور اضافه شده، به همان میزان شغل ایجاد نشده و بخش بزرگی از کارجویان جدید نیز بیکار ماندند. در واقع تبعات کرونا و سایر شوک‌های اقتصادی این 3 سال بر کاهش مشارکت اقتصادی هنوز به طور کامل رفع نشده است. بنابر اطلاعات مرکز آمار ایران، جمعیت 15 ساله و بیشتر که در آمار اشتغال مورد استفاده قرار می‌گیرد، به 64,457,000 نفر رسیده، اما از این میزان فقط 26,801,000 نفر جزو جمعیت فعال قرار می‌گیرند و بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی در ایران کمتر از 42% است. 37,655,000 نفر جزو جمعیت غیر فعال قرار می گیرند که بیش از 58% از جمعیت 15 ساله و بیشتر هستند. به گفته مرکز آمار، تعداد جمعیت غیر فعال در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته 65,175 نفر بیشتر شده است. در تابستان امسال نرخ بیکاری به 7.9% در کل مناطق شهری و روستایی رسیده است. مرکز آمار تعداد بیکاران را در تابستان امسال 2,116,000 نفر عنوان کرده. این در حالی است که مطابق اطلاعاتی که همین مرجع آماری در فروردین امسال منتشر کرده بود، تعداد بیکاران 2.5 میلیون نفر در پایان سال گذشته افزایش پیدا کرده بود و نرخ بیکاری هم در آستانه 2 رقمی شدن بود. امید فراغت، روزنامه نگار از تهران با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. درود و ادب و احترام به بینندگان تلویزیون امام حسین و اخبار شیعه. تسلیت میگم کشته شدن صدها انسان مظلوم و بیگناه بیمارستان المحمدانی غزه رو به بازماندگانشون و همینطور مردم جهان. جناب فراغت، در رابطه با موج جدید بیکاری در ایران با توجه به افزایش قیمت‌ها بفرمایید. من اقتصاد رو تابعی از سیاست میدونم. دوست دارم با یک مثال ساده این رو برای بینندگان تفهیم کنم. ما یک جغرافیای ثابت داریم بین کره شمالی و کره جنوبی که به 2 بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده، اما این سیاست ها بوده که یک کشوری رو کره جنوبی کرده و یک کشور رو کره شمالی. من برام جالبه که بیکاری در یکی از استانهای بندری کشورمون که کار اهم صادرات و واردات از اونجا انجام میشه، یعنی استان هرمزگان، 22% بوده، و یا اینکه استان خوزستان با وجود این همه از منابع 15.6% نرخ بیکاری هست. این نشون دهنده این است که ما در سیاست‌های جزئی و کلیمون یک مقدار ایرادات اساسی وجود داره و برای کشور ما، زیبنده کشور ما نیست که جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 42.8% بوده امسال تابستون، و این شاخص تازه در زنان هم بیشتره. بله، آیا رابطه ای میان افزایش قیمت ارز و دلار و افزایش قیمت ها و بیکاری وجود داره؟
من سوال رو سعی میکنم اینطور پاسخ بدم که باید بپذیریم جمهوری اسلامی تافته جدا بافته از نظام بین الملل نیست. ما تا اینو نپذیریم بسیاری از مشکلات سر جای اتفاقات به نفع مردم رخ نمیده. همون اثر پروانه‌ای که راجع بهش صحبت میکنن در جامعه ما هم جریان داره، حالت دومینو داره. وقتی که یک اتفاق راجع به یک موضوع میفته، بقیه موضوعات رو هم تحت تاثیر قرار میده. اگر یک مذاکره به بنبست بخوره، اینجا همه قیمت ها میریزه به هم. برام جالبه جنگ حماس علیه اسرائیل، اینجا دلار توی جمهوری اسلامی توی ایران افزایش پیدا کرد و خود این افزایش قیمت دلار نشون میده که ما باید وصلیم به جامعه جهانی و تافته جدا بافته نیستیم. هر چقدر اینجا مسئولای ما ادعا کنن که ما میتونیم بدون نظام نظم بین المللی اهداف توسعه‌ای رو پیاده کنن، بله، امید فراغت روزنامه‌نگار از تهران با ما همراه بودند.